سلام سلام سلام، من سینا ولی‌الله هستم و با یکی دیگه از مجموعه برنامه‌های چندشنبه از MBC پرژیا در خدمت شما. از اونجایی که ما مدت هاست مونولوگ ابتدای برنامه رو با موضوعات سیاسی شروع کردیم، این هفته میخوام استارت کار رو با بررسی یک موضوع اجتماعی بزنیم. اعتیاد. اعتیاد واقعا چیز بدیه، به خصوص از نوع سیخ و سنگیش. نشستن بیش از حد پای بساط منقل و وافور و ترکیب کردن مواد صنعتی و سنتی میتونه مغز شما رو جوری از کار بندازه که همه رو مثل خودتون معتاد ببینید. حسین شریعت مداری ضمن مقایسه زنان بی حجاب با معتادان و توزیع کنندگان مواد مخدر. خب با این حساب و با توجه به فیلم و عکس هایی که این روزا ما از خیابونا و اماکن عمومی ایران میبینیم، اونجا دیگه اسمش کشور نیست، شیر کشخونه است، پر از معتادای بی حجاب. البته با کمی اراده و تلاش هر اعتیادی رو میشه ترک کرد، به جز اعتیاد به فرو کردن سر در ماتحت مردم. حسین شریعت مداری، نامی آشنا در عرصه روزنامه‌نگاری و تحلیلگری مسائل سیاسی. او در ساحت خبر هم صاحب سبک است و هم صاحب نام. صاحب سبک؟ اسم سبکش هم هست دهان باز تنگه بسته. یعنی هر اتفاقی در جهان بیفته، مثلا بایدن بگوزه بندازی گردن رئیسی، ایشون با عنوان خبرنگار صاحب سبک دهنشو باز میکنه، یه مقاله مینویسه که ما باید تنگه هرمز رو ببندیم. رسانه‌های خارجی او را به عنوان تأثیرگذارترین تفسیرگر ایرانی معرفی کردن. کدوم رسانه خارجی؟ العالم و جام جم و پرستیوی و بقیه تخم و ترکه‌های برون‌مرزی صدا و سیما رو میگید دیگه؟ چون من بعید میدونم امثال مثلا نیویورک تایمز و سی ان ان اصلا بدونن همچین موجوداتی وجود خارجی دارن. خواهرزاده شریعت مداری کیهان به سمت مدیریت مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد منصوب شده. اشکالی نداره، اشکال نداره، جای هیچ نگرانی نیست. حالا درست دایش آدم منفور و بی منطق و بی سواد و بی خود و کارگشته ایه، ولی من خیلی بعید میدونم این به دایش رفته باشه، چون کلا این مسئولای جمهوری اسلامی هیچ کدوم به داییشون نمیرن. میدونین که چرا؟ در خدمت جناب دکتر حسین کچوریان استاد علوم اجتماعی دانشگاه تهران هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما بینندگان و خوشحالم که در خدمت شما هستیم. اینم یکی از همون دستاوردهای فضایی که وزیر ارتباطات میگفت. این الان فضانوردشونه، میبینید دیگه دهنشو باز میکنه، بوی تریاکش از تهران تا اینجا میرسه. تمامی انقلابات قبل از انقلاب ما، انقلاب اسلامی، همشون مسلحانه بودن، از خشونت استفاده کردن، از نیروی اسلحه استفاده کرد. فقط اینا بودن که با مهر و محبت. راست میگه دیگه، مگه یادتون نیست همون اوایل انقلاب معصومه ابتکار خانم و دوستاش با دستگل و شیرینی رفتن در سفارت آمریکا، زنگ زدن گفتن ببخشید واسه امر خیر مزاحم میشین، ما رو گروگانگیری قبول کنید. البته در نهایت دیدن آیفون خرابه، مجبور شدن از در و دیوار برن بالا. دموکراتیک. من به دموکراتیک علاقه ندارم. ساز و کارش مردمی. مردمی بمونه. انتخاباتی، مشارکتی. یعنی نفهمتر از یک استاد علوم اجتماعی دانشگاه که میگه من به اصول دموکراتیک علاقه ندارم؟ نبایدم علاقه داشته باشی. هر موقع موش به مرگ موش، مگس به حشره کش و گوسفند به قصابی علاقه‌مند بشه، شما به دموکراسی علاقه پیدا می‌کنید. انقلاب با نمیدونن فوتبالیست و خواننده و مطرب و مزغون چی که نمیشه. نه نه، خیالت راحت، میشه. کاری که یه بار با روزخون و مفتی و شیخ و ملا انجام داده شده، قطعا با ورزشکار قهرمان و خواننده خوش صدا و بازیگر بین‌المللی هم میشه، بهترش هم میشه. مگه هر خواستی خواست موجهیه؟ مگه هر کی هر چی خواست باید بهش داد؟
نه، ولی مگه مردم چی میخوان ازتون؟ فقط درخواست یه سبزی پلو با ماهی دارن دیگه. چیز زیادیه. به ما میگن از اسرائیل و از آمریکا صحبت نکن. همه بدبختی ما همین دو تا. عجب، من نمیدونم چرا حس میکنم این حرفا رو قبلا از زبان یک استاد دیگه هم شنیده بودم. اینا همه این جیرانیه تقصیر آمریکا، اسرائیل، اروپا. یعنی اسم همه کشورها و شهرهای دنیا رو به عنوان مقصر وضع موجود آوردن بجز شهرهای خودمون. نظام ما از یک جهاتی رعفت داره. من از جهت خدمتتون میگم، از جهت هم میگم، میگیم رعفت. ولی من میگم رعفت آخوندی. این رعفت آخوندی هم یه چیزیه تو مایه همون پیتزای قرمه سبزی و روشنفکر دینی و البته انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز. آخوندا من اعتقادمه. حکومت نکرده بودن، بلد نبودن از نظر من حکومت کنن. البته مشکل اصلی این نیست که این عزیزان حکومت کردن بلد نبودن. مشکل اینه که هنوز بعد از نیم قرن هم یاد نگرفتن. رفتن سراغ حاشیه‌ترین، حاشیه‌ای‌ترین، لومپن‌ترین، هرزه‌ترین، ولگردترین آدم‌های این جامعه. هر چی تو خونه به خودش میگفتن و اینجا اومد تعریف کرد. حالا شما 40 سال پیش رفتین سراغ مفتخورترین، بیرحمترین و بیسوادترین آدم های جامعه، کسی چیزی گفت؟ حاکمای ما تو این کشور چجوری عمل میکنن؟ بله، اونایی که فاسدن، فساد دارن، برن بیرون. رفتن دیگه؟ الان تمامشون کانادا؟ مزخرف، زنم رو ماج کردم. فقط حماقت توه گوساله وار دنبال دیگران رفتنه، وگرنه ماج کردن زنت. برو تو خونت بکن. ای بابا، اینجوری که این ناراحت و شاکی، انگار نوید زن اینو ماج کرده تو جشنواره. اینو میخواد اشکالی نداره. اینا ناراحت میشن میگن ما میگیم برین جای دیگه حکومت کنین، برین زندگی کنین. آقا ممکن نیست تو اینجا. به نظر منم هر کی از تجمعات و اعتراضات مردم احساس ناامنی میکنه و سبزی پلو با ماهی دوست نداره، جمع کنه از ایران بره. بره همون عراق و سوریه و لبنان و همون جاها که اون غذاهای دیگه با حجاب اجباری و گشت ارشاد و اینا هست. مگه ساپورت بهتر از لخ شدنه؟ بدتر از لخ شدنه. بعد کارشناس میارن توی تلویزیون میگه بچهای دهه 80 واسه تخلیه هیجانات جنسی ریخته بودن بیرون. به هیجان جنسی بود که این بابا الان داشت وسط میدون آزادی توپ تانک فشفشه میگفت. شما نمیدونید جهنم اونجا. خانواده که وجود نداره. 30 ثانیه فرصت نمیدید. این با اون ازدواج میکنه، بدبخت دختره رو مرده میاد، هم زنه رو باش تجاوز میکنه، هم به دخترش. آتیشه اونجا. یارو رو پای منقل بلند کردن، اینم عجله همون سریال ترکی که داشته میدیده رو به عنوان تحلیل کارشناسی جوامع غربی داره تعریف میکنه. هاشون نگاه کنید به شعارهاشون، به اهدافشون. هدفشون چیه؟ شما فهمیدین هدفشون چیه؟ من واقعا نفهمیدم. کسی هم از تو انتظار نداره بفهمی. دانشجویی که اون حرفای بی‌فضاحت رو که لایق خودشو، خانوادهشو، همه کسشه میگه، فحش بدیم به این مغازه داره، بگیم بهشون پفیوز. فحش ابزار خوبه برای مبارزه. خس و خاشاک و مگس و دیوس و سگ قلاده بلند و ارازل و آشوبگر و نخود مغز و هزار تا چیز دیگه که صبح و شب به مردم میگین چیه پس؟ قرمون صدقه است؟ اصلا رهبران اینا کیان؟ یه مش نخود مغز بیمار بدبخت. همین جنسا رو میزنین که خودتون قدرت اول منطقه حساب میکنید دیگه. من به هیچ وجه معتقد نیستم. ببینید که ما یک صف اغتشاشگر و یه صف اعتراض کننده و یه صف مثلا فریب خورد و این دستمندی‌ها. ای بابا، اون خراب شده اسمش صدا و سیماز یا شیر کشخونه؟ که این دیوونه تریاکی رو به جای کمپ ترک اعتیاد برمی‌دارید میای تو برنامه زنده تلویزیونی. هیچ انقلابی به اندازه انقلاب اسلامی در حل و فصل مسائل کارایی نداشته. بفر طرف یه جوری تو فضاست که فکر می‌کنه سال 57 تو سوئیس انقلاب کردن نه ایران. تری که مثلا چندین سال مونده ظرف چند ماه پیاده میشه، مثلا آبرسانی. همین که بعد 40 سال آزگار در عصر فناوری و تکنولوژی که بقیه دارن با ماهواره اینترنت پرسرعت میرسونن به دور افتاده ترین مناطقشون، شما هنوز مشکل آبرسانی دارید؟ یعنی خاک عالم تو سرتونه که. بعضی از نقاط استان
با مشکل کمبود آب مواجهند. ما در ارتباط با مسئله آب برای استان خراسان جنوبی برنامه داریم. یکی دیگه از نقاطی که مشکل آب داره مربوط میشه به تهران، خیابون پاستور، ساختمان ریاست جمهوری. اونجا قشنگ 42 سالی هست که آب کاملا قطعه. بخشی از مردم که میان تو خیابون، بخش زیادشون تو خونن و طرف دارن. سطح طرف داریشون فرق میکنه. یعنی هر کی از ترس زندون و تجاوز و کشته شدن نیومده تو خیابون طرفدار شماست؟ خب اینجوری که تیم فوتبال ذرتکاران شلغم آباد هم میتونه بگه من بارسلونا بیشتر طرفدار دارم. حالا درسته 3 نفر میان ورزشگاه بازیامو میبینن، ولی 80 میلیون هم تو خونه بازیا رو دنبال میکنن. کنتور که نمیندازه. داعش اومدن چیکار کنه؟ داعش نیومد کسی رو جذب کنه. داعش اومد زمین سوخته بذاره و بکشه و قلع و قم کردن بیاد جلو. ولی داعش اومد جلو، دید که شما هستید و دارید کار اونا رو به بهترین شکل ممکن انجام میدید، گفت خب چه نیازی به ما هست دیگه، جمع کرد رفت پی کارش. یکی از نظریه‌هایی که بدون مطرح شد این بودش که انقلاب ایران رو دزدیدند علما. بابا شما که خودتون دیگه در زمینه دزدی استادین. یه دزد هر چقدر بدبخت و آفتاب دزد باشه، سراغ دزدیدن همچی توفهی نمیاد. پس خیالتون راحت باشه که این نظریه دزدیدن انقلاب کرسی شعری بیش نیست. این سیستم، این نظام روی بوتون، یه بوتون آرمه شکست ناپذیر، خورد نشدنی و به اندازه بمب اتم قدرت دار سواره. یعنی تمام صحبت‌های پای منقل واسه یک گندگزی تلویزیونی اصول مهندسی عمران و فیزیک هسته‌ای رو همزمان زیر سوال برد. من نمیدونم این چه سیستم قدرتمندی که با چند تا تارمو، دو تا شعار و یه پرس سبزی پلو با ماهی اقتدارش به خطر میفته. این فلوریدا 10 سال پیش طوفان جوش اومده، هنوز مصیبت‌های سر جای خودش باقیه. هر جای دیگه تو آمریکا، شما تو جنگلا که سوخته، تو جاهای دیگه که مکرر در مکرر اومده، هنوز برق ندارن، هنوز هیچی ندارن، ساختمون سازی که هیچی. حالا چرا رفتی سراغ فلوریدا؟ مسئولین عزیز، همه بیخ گوش خودت ریدا. من جای مردم کشورهای غربی بودم، شما رو به عنوان رئیس جمهور و شهردار و نماینده انتخاب میکردم، چون اونقدر که شما دلواپس و نگران مشکلات آمریکا و انگلیسید، ننه نگران بچهش نیست. استادای در آمریکا مثل استادای ایران هستن، در طول روز کلاس دارن، عصر و شب سری به خمره میزنن. کارهای قلمی این اساتیدی که ما بعضن میپرستیم در ایران متأثر از در صورتی که اساتید آمریکایی باید از اساتیدی مثل ایشون و استاد حداد عادل الگو بگیرن و قبل از نظریه پردازی به جای سری به خمره لبی به وافور بزنن. دوستان خیلی مظلومه آیه دکتر، و معمولا هر روز که صبح تا شب چند نمونه از مظلومیت جمهوری اسلامی رو میبینیم. واقعا راست میگه، طفلی خیلی معصومه، اصلا آرامش و آسایش نداره. باید دزدی و اختلاس بکنه، رودخونه بخشکونه، خودرویی بی کیفیت بسازه، رانت بده، فیلتر کنه، تازه همزمان معترضا رو زندان بندازه و اعدام هم بکنه. خیلی بدبخت بهش فشار میاد. فوش خور مادر میده تو خیابون، این هشیش زده، میگه حس چیز گرفته، میان میگه که آقا یکی بیاد منو بزنه، یک عربده هایی میکشن. شما اینقدر با اعتیاد و مواد مخدر مشکل داری؟ نبودی هفته پیش یکی اپا منقل آورده بودن همینجا که تو نشستی؟ بقیه‌تونم که ماشالله ماشالله، صبح به صبح معلوم نیست چی میزنن، اینجوری کره میکنن میرن سر جلسات امنیتی کشور. اصطلاح توسعه ارتباطات، با یه جامعه متفاوتی مواجه هستیم. خب تکالیف الهی همش یه وظیفه شرعی هستش که یک مسلمان مقید به انجام اون هستش. حالا مردم آدم حسابتون نمی کنن، حداقل خودتون در ظاهر واسه حرفای خودتون یکم ارزش قائل باشین بد نیستا. این رئیسی یه چیزی میدونه هر جا میره میپرسه به شما غذا دادن یا نه. میدونه اینا شکمشون خالی باشه تا حلیمی، ساندیسی، سبزی پلو با ماهی، باقالی پلو با گردن چیزی بهشون نرسه آروم نمیگی گیرن. همین صبحانه خوردن ما شد یه مضمونی، دستاویزی برای شبکه ایران اینترنشنال که فلانی داره حلیم میخوره، انگار که ما یک کار
قبیحی میکردیم. حلیم خوری که چیز قبیحی نیست، ولی کره خوری اونم وسط جلسه آسیب شناسی با اساتید دانشگاهی یک کم جای سوال داره. بعدم گفته بودن از فلاسک برای خودش چایی میریزه، چایی میخوره. والا اینجا مسئله ریختن چایی از فلاسک به داخل لیوان نیست، مسئله اون چیزی که از داخل جیبت ریختی تو چاییت. اسلامی یه واحد حقیقیه، مثل شیریه که شکر درش حل شده باشه. درسته که حالا شیرینه به اعتبار شکر، شیره به اعتبار شیر، ولی اینجوری نیست که شیرشو بشه جدا کرد، شکرشو بشه جدا کرد. به نظرم خیلی شباهتی به شیر و شکر نداره، بیشتر شبیه ظرف ا که اگر یه کو عسل هم قاطیش کنی هر چه قدم همش بزنی باز چیزی از بودنش کم نمیشه و عطر و طعمش تغییری نمیکنه. شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی به طور طبیعی به زبون ها اومد، حرف دل همه بود. شعارهای انقلابی دیگه هم همینطور، مثلا سبزی پلو با ماهی، توپ تانک فش فشه، نه اینوری نه اونوری، اینا هم حرف دل و البته حرف زیر دل مردم هم همگی. این بساطی که برپا شد کاملا معلوم بود که یه بهانه است، و الا مثلا همین شعار زن زندگی آزادی، مگه زن ها زندگی نمی کنن؟ آزادی نداشتن؟ چرا خب؟ در کشور ما زن ها کاملا آزادن، آزادن تو خونه هر غذایی که شوهرشون دوست داره رو بپزن، آزادن هر چقدر که دلشون میخواد بچه به دنیا بیارن، حتی بیرون از خونه کاملا آزادن که بین چادر و مقنعه و روسری یکی رو انتخاب کنن. کجا جلوی فعالیت خانم ها گرفته شده؟ هیچ. اگه خوانندگی و نوازندگی و رقصندگی و ریاست جمهوری و قضاوت و ورزش و ورزشگاه رفتن و دوچرخ سواری و موتور سواری رو به عنوان فعالیت در نظر نگیریم، تقریبا میشه گفت هیچ جا جلوی فعالیت خانم‌ها گرفته نشده. جمهوری اسلامی فرقی از نظر انسانیت و از نظر علم و مدیریت و اینها بین خانم‌ها و آقایون قائل نیست. مردم هم از نظر وقاحت و پررویی فرقی بین شما و سنگ پا قائل نیستن. یه جاهایی حتی حقوق زنها بیشتر از حقوق مرداست، مثلا ممکنه جهاد بر زنها واجب نباشه. یه سربازی اجباریه که مردا میرن و خانوما نه، که اونم با حجاب اجباری و ازدواج اجباری و زایمان اجباری و اذن شوهر اجباری جبرانش کردین دیگه، منت چیو میذاری مردک؟ یعنی سیاست ثابت آمریکاییاست که کشورهای دنیا باید نوکر آمریکا باشن. مردم ایران نمیخواستن نوکر آمریکا باشن. نوکری آمریکا رو نکردید چون همه وقتتون رو خوب گذاشتید واسه کلفتی چین و کنیزی روسیه و غلامی لبنان و بردگی سوریه. یه کسی میگه گاو شیرده، کجا روسیه به ما گفته گاو شیرده باشین؟ کجا چین به ما گفته گاو شیرده باشین؟ با کدوم کشور دنیا چینیا رفتار گاو شیرده رو کردن؟ چینیا تو کدوم کشور دنیا کودتا کردن؟ تو با گاو شیرده کودتا میکنی؟ یعنی تو تا حالا فکر میکردی هر کی از پسونه گاو شیر میدوشه داره کودتا میکنه؟ خب با این حساب معلومه که روسیه گاو شیرده نمیخواد، اون یه الاغ پهباده میخواست که یه خوبش هم پیدا کرده. استقلال آزادی ملت. الان از آزادی چقدر محقق شده تو 44 سال جمهوری اسلامی؟ یعنی جزو شعارهای ما بوده و این شما علمان... بگو کجا ما آزادی نداریم؟ همه جا هست خدایی، تهران، اصفهان، یزد، همدان، یاسوج، کرمان، تک تک شهرهای ایران آزادی داره. حالا هر جا شکلش فرق میکنه، بعضی جاها میدون آزادیه، بعضی جاها فلکه است، بعضی جاها خیابونه. مگه در بقیه کشورها چیکار میکنن وقتی یه کسی یک شعار غیرقانونی میده، به مقدسات توهین میکنه؟ راست میگه. نمونهش مثلا هند. شما همونجوری که تو ایران حق ندارید به مسئولا توهین بکنین، توی هند هم حق ندارید به گاوا کمتر از گل بگین. شما یک تصویری از جمهوری اسلامی ترسیم میکنید که انگار هیچ آزادی نیست، هر کی یک کلمه انتقاد بکنه، اعتراض بکنه، اینو میگیرن، میزنن، میکشن، ممنوع میکنن، محروم میکنن. نه خب این که تصویری خیلی غلطه. کی گفته هر کسی یک کلمه اعتراض کنه رو میگیرن؟ لازم نیست اصلا حرفی بزنی تا بگیرنت، همین که تو محلتون کمرتو خلاف عقربه‌های ساعت بچرخونی هم جرمه.
الان حتما ویدیو اجرای ما رو اینجا دیدیم. ما وقتی بهش فکر کردیم دیدیم که اصلا کارمون درست نبوده و از اینکه این پست بدون اجازه ما توی شبکه‌های مجازی پخش شده خیلی ناراحت هستیم. به قول قهرمان کشورمون، ما دخترای شماییم، ما هم گاهی خطا میکنیم. زنانی که با حفظ حجاب خودشون ولو به قول رهبری حجاب ضعیف در واقع اون وفاداری خودشون رو به قانون اسلامی حجاب و انقلاب اسلامی نشون دادن، سلام و درود میفرستم. خب وقتی همین 3 ماه پیش یکی از همون خانوم هایی که حجاب ضعیفی دارن رو گرفتین بردین بعد جنازه‌شو تحویل خانواده‌اش دادین، طبیعیه که بقیه ترس جونشون هم که شده همون حجاب نصف نیمه رو هم حفظ کنن. پس الکی سلام و درود نده که جواب سلام تو مهران رجبی تحویلت میده. ای داد، این چرا اومده اینوری؟ این قرار بود برود جای دیگری؟ ولی خب شاید به علت قطعی اینترنت مسیر رو گم کرده یا نفوذ دشمن به صدا و سیما واقعا تا دسته زیاد شده. این اون چیزیه که دشمن ایران میخواد. دشمن ایران، دشمنان ایران که دیگه واضحه کیا هستن، اینا میخوان که مردم ایران دو دسته بشن. والا اونی که دو دسته شده شمایید که دشمن چنان بهتون نفوذ کرده که از وسط دو دسته شدین، وگرنه مردم که الان همگی یک پارچه و یک دستن. مسئله حجاب باید حتما جدی گرفته بشه، ولی نباید به شکلی در بیاد که ملت رو به صورت دو صف مقابل هم قرار بده. ملت رو مقابل هم قرار نداده، روی گردن شما قرار داده، واسه همینم هم دارید خفه میشید زیر فشار. اگه این جمهوری اسلامی فقط میخواست یه حکومتی بکنه بی درد سر، اصلا ممکن بود از اول انقلاب بگه ما وارد این بحث حجاب نشیم. اصلا چه درد سریه این که جمهوری اسلامی خودش رو گرفتار این کار کرده؟ خب چون علاوه بر دیکتاتور احمق هم هست. الان خریت شما دلیل خوبیه واسه این که مردم از ابتدایی ترین حقوق انسانیشون بگذرن؟ این بیش از آنچه برای حکومت سود داشته باشه به سود خود مردمه، به سود خود خانواده هاست. اگر جمهوری اسلامی این کار رو نکنه، دود بی‌بندوباری جنسی به چشم خود خانوم ها میره در درجه اول. حالا تو به جای اینکه نگران این باشی که دود بی بند و باری جنسی بره تو چش خانوما، مراقب باش دود زغال نره تو چش خودت. از اول انقلاب که مردم متدین، زنهای جامعه ما به سمت حجاب آمدن، آیا از پیشرفت باز موندن؟ معلومه که نه، خیلی هم پیشرفت کردن. اینم یه نمونه، این الان با این سطح سواد و شعور هر جای دیگه دنیا بود توی توالت بین راهی آفتابه هم نمیدادن پر کنه. اما الان به لطف حجاب برتر به عنوان سفیر فرهنگی میتونه به سفر قطر کنه. این ایران آزادی داره، زنان حقوق برابر با مردان داره. طرف از کشوری که توش ورود خانم ها به استادیوم فوتبال ممنوعه پا شده رفته تو استادیوم فوتبال یک کشور دیگه نشسته که به بقیه بگه ایران آزادی داره. یکی نیست بهش بگی آخه دان کی؟ خب تو که همه چرندیات رو به فارسی بلغور کردی، دیگه اون این ایران انگلیسی اولش واسه چی بود؟ همه با هم توی سازمان ها و ارگان ها از یک برابری استفاده میکنیم و هممون برابری. این الان دقیقا چیه؟ نماد برابریه یا سایزش؟ البته برای نشون دادن برابری مرد و زن در ایران همین 7-8 سانت هم زیاده. همین چیز شهرداری اعتماد کردید، به اینقدر منم اعتماد بفرمایید. خب وقتی من دارم میگم، خب خدایش این هسته خرمایی که نشون دادی برای اعتماد خیلی کمه. شما مشکلت با لارجر باکس هم حل نمیشه، کار از اعتماد گذشته. Oh, he says you lie. I don't know. لای؟ نه. شیرین عقله؟ چرا قیافش رو اینجوری میکنه؟ این فکر کنم داشته میچرخیده بهش گفتن انگلیسی بلدی، گفته yes. دیگه اون علاقه هم نپرسیدم به جزئیات، چیز دیگه هم بلدی یا نه میخوایم بفرستیمت قطر. این خل و سوار لوکوموتیو کردن فرستادن قطر که به خارجی از آزادی زنان در ایران چیز شعر بگه. ولی خدایش خیلی هم دروغ نمیگه، در ایران برابری کامل وجود داره بین زن و مرد. شما الان ببین رئیس جمهور مملکت سطح سوادش با این خانم دقیقاً برابره.
هر دو ماکسیموم شش دبستان anyway. اینها کسانی هستن که میخوان بین ما نفاق برپا کنن و کسایی هستن که برای آمریکا و اسرائیل در جبهه اونها هستن. نه مثل اینکه این ابله واقعا فکر کرده اگر ابتدای یه جمله فارسی یه کلمه انگلیسی بذاره بقیه کلمات هم خود به خود انگلیسی میشن. از اون میپرسی؟ اینجوری که تو با اعتماد به نفس وارد کاچوری گفتم الان آیلتس هفتو میکوبی تو دهن خبرنگاره؟ اون اگه بلد بود که تو دیگه لازم نبود خریتت تو رسانه‌ای کنی. اون تنهایی بهترین ترکمون رو زده به تمام پرابلماتون. دون فارین کانتری دون فارین ایرانیان این دیس کانتری اراوند ایران وی اسلو دی پرابلم The slow the problem. همون دقیقاً شما slow the problem. Slow the پیشرفت. Slow the انسانیت. اصلا slow motion تو همه چیز جز خریت. اون نو slow. Very fast. For now. هیچ رابطه منطقی بین اینکه یک کسی اندامشو برهنه بکنه با پیشرفت وجود نداره و هیچ رابطه منطقی هم بین اینکه یک کسی زنی نخواد اندام برهنش نشون بده با عقب موندگی وجود نداره. ولی رابطه بسیار بسیار مستقیمی بین عقب موندگی و اینکه یه نفر بیاد توی تلویزیون در مورد لباس پوشتن بقیه زر مفت بزنه و براش قانون و مجازات هم تعیین کنه وجود داره. روزنامه‌های قبل از سال 1314 رو بخونید. اون سال کشف حجاب اینجوری وانمود میکردن که ما اگه میخوایم مثل اروپا یا علم داشته باشیم، صنعت داشته باشیم، پیشرفت داشته باشیم، برهنه بشیم. والا من نمیدونم تو خانواده دنبال موفقیت در چه زمینه و صنعتی بودین اون موقع که هی بهتون گفتن لازمش اینه که لخ بشین. مگه اینکه میخواستین تو صنعت پرن پیشرفت کنین؟ خواهران، دختران بی حجاب، وجودتونو عقربه باطنتونو به طرف زنان اسرائیل و امریکا و انگلیس و اروپا جهت دادن. خب هر کسی عقربه وجودش میره سمت جایی که به افکارش نزدیکه. عقربه وجود یکی مثل اونا میره سمت آمریکا و انگلیس و بقیه کشورهای دموکراتیک. عقربه وجود یکی مثل شما میره سمت طالبان و داعش و بقیه حکومت‌های تخماتیک. شما 20 ساله، 10 ساله، 4 ساله بی حجابین. الان مثلا عقربه وجود یکی مثل این قاطی کرده رفته توی مجلس دیگه مثلا، وگرنه هیچ دلیلی وجود نداره یکی پای سخنرانی در مورد حجاب اشک بریزه. چیز گریه‌داری هست بگو ما هم گریه کنیم. خب عقربه درونتون رو جهت بدید به طرف ام البنین، جهت بدین به طرف تعارف نکن، سرفه خلدار که کردی دماغت هم بگیر همون بالا بمال به عمامت قشنگ راه نفست باز شه. جهت بدین به طرف حضرت رباب. ای بابا هی میگه بدین سمت این بدین سمت اون، والا دیش ماهواره هم بذاری بالا پشت بوم نهایتا سه تا جهتو میگیره بقیه رو برفک نشون میده. چند سال بی حجاب گشتین و جوونا و مرد و شما رو دیدن به گناه افتادن. یعنی یه زن تو اون خراب شده باید کل زندگیشو با کمر آقایون تنظیم کنه؟ قبل ازدواج حواسش باشه کسی رو تو خیابون تحریک نکنه، بعد ازدواج هم باید حواسش باشه شوهرشو 24 ساعته توی خونه تحریک بکنه. شما خواهران ما هستید، برای ما خیلی محترم. والا توی برره هم با اون همه حماقت و رسوم ابلهانه رسم نداشتن واسه نشون دادن احترام سطل ماس بکوبن تو سر کسی. زن زندگی آزادی، از نظر من معذرت از تمام انسان‌های صادق، زن فحشا هرزگی، این شعارشونه. نه تو رو فقط باید رو سیفون زد که الان من خودم شخصا میرم انجام بدم.